بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه هشتم از درس تحلیل و طراحی الگوریتم خوش آمدین. در جلسه گذشته ما مفاهیم مربوط به حل مسائل مختلف با استفاده از روش دیواید اند کانکور را مطرح کردیم و مسئله های در این قسمت حل کردیم، از جمله مرج سورت بود، کویک سورت بود، همچنین مسئله فاست مالتیپلیکیشن یا ضرب سریع اعداد و همچنین روش ضرب ماتریکس ها به روش استراسن روی صحبت کردیم. در جلسه ما میخوایم روی بحث داینامیک پروگرامینگ صحبت بکنیم و اینکه اصلا داینامیک پروگرامینگ چی است و برای چه مسائلی ممکنه بر ما قابل استفاده باشه. و ما مسائلی که در جلسه یا ممکنه در جلسات آینده بیشتر روی صحبت بکنیم، اعداد فیبوناچی هست، باینومیال کوئفیشنت یا ضرایب دو جمله‌ای هست و همچنین راد کاتینگ پرابلم یا مسئله گرش چوب است، ضرب ماتریکس های پشت سر هم یا ماتریکس های زنجیره ای است که مسئله های دیگه هم هست که من کم کم اینا را در جلسات آینده در اینجا اضافه میکنم و با اونا آشنا خواهیم شد. و ما میخوایم اول بدانیم که داینامیک پروگرامینگ چی است و انواع اپروچ یا روش هایی که داخل از استفاده میشه چی است و بعد از اون میریم سر بحث از که یک چند مسئله با داینامیک پروگرامینگ حل کنیم. و ما داینامیک پروگرامینگ چی است؟ داینامیک پروگرامینگ از لحاظ حل مسئله بسیار شبیه دیواید اند کانکور است. یعنی چی؟ یعنی اینکه مسئله رو تقسیم میکنه یا تبدیل میکنه در مسئله های کوچکتر و اصطلاحاً ساب پرابلم، پرابلم تقسیم میشه در ساب پرابلم ها و ساب پرابلم یا مسئله های فرعی یا کوچکتر او باید حل شود. ولی نکته ای که در اینجا وجود داره ای است که در دیواید اند کانکور معمولاً ای ساب پرابلم ها میتونستن به صورت مستقل حل شوند. به صورت مستقل میتونستن حل شوند، مثلا کویک سورت، مرج سورت، اینا رو که ما با دیواید اند کانکور حل میکردیم. هر مسئله مثلا یک قسمت می اومدیم جداگانه، وقتی مثلا ارای دو تقسیم میکردیم و دو تقسیمی که شده هر ارای میتونه به صورت جداگانه سورت شوه و هیچ وابستگی در ارای قسمت دیگه نداره و از این لحاظ ما میتونیم بگیم که هر قسمت میتونه به صورت مستقل حل شوه، قابل حل است. ولی در اینجا در داینامیک پروگرامینگ ممکنه اتفاق نیفته و ممکنه که کاملا به صورت مستقل حل نشوه. خب در این حالت ما چیکار میکنیم؟ ما میاییم یک مسئله فرعی یا یک مسئله کوچکتری که تقسیم شده را، جواب از اون مسئله را میاییم یک جای ذخیره میکنیم یا اصطلاحا میاییم او را به یاد خود میاریم و در یک جای از حافظه خود ذخیره میکنیم تا بعدا اگه لازم شد مشابه از این دیدیم دیگه او را از روی همو حافظ خود حساب بکنیم. اگه بخوایم خیلی این را با زبان عامیانه تر صحبت بکنیم، فرض کنیم من شما چند دانه عدد میدم، مثلا میگم که 5 دانه یک به اینجا نوشته شده، اینا رو با هم جمع کن. خب شما 5 دانه یک با هم جمع بکنیم خب میشه 5. بعد من شما میگم خب دو چند دانه یکی که بود یکی اضافه کن. شما نمین دوباره همون قبلی ها را که 5 دانه یک بوده را بیاین دوباره جمع بکنین، بعد یک اضافه بکنین. شما در ذهنتان هست که از قبل جمع اعداد قبلی شده 5، حالا فقط در 5 یک اضافه میکنین میشه 6. یعنی از حافظه خود استفاده کردین و اون محاسبات قبلی را یک جای ذخیره کردین و در محاسبات قبلی فقط یک عددی را اضافه کردین. در بحث داینامیک پروگرامینگ هم در واقع همین اتفاق میفته. ما از اسپیس یا همون میموری حافظه ما برای از این استفاده میکنیم که مسئله هایی که قبلا حل شده در داخل حافظه ذخیره میکنیم و اگر در آینده این مسئله که حل کردیم دوباره نیاز شد دیگه دوباره محاسبهش نمیکنیم و میریم از حافظه استفاده میکنیم. این روش کاری داینامیک پروگرامینگ است. روش داینامیک پروگرامینگ در حالت کلی دو اپروچ یا دو روش داره، یکی باتم اپ یا روش پایین به بالا و یکی روش تاپ داون یا از بالا ده پایین.
باتم آپ بازم یک مثال خیلی عامیانه اگه بخوایم بزنیم، مثلا از پایین به بالا میخوایم بگیم، من میگم که من میخوام پروگرامینگ یاد بگیرم. خب پروگرامینگ یاد گرفتم، میخوام که پرکتیس کنم، تمرین کنم، بعد از او میخوام در مسابقاتی مثلا پروگرام نویسی هم شرکت کنم، بعد از او میخوام زیادتر تمرین بکنم تا اینکه پیشرفت بکنم، بعد از او خیلی میخوام سخت تمرین بکنم و کار کنم، و بعد از او یک برنامه نویس خیلی قوی شم، خیلی خوب شم. خب همینطور که میبینین از خیلی جای پایین شروع کردیم و در جای رسیدیم که مثلا یک برنامه نویس خیلی قوی شیم. اینو میگیم روش باتم اپ، روش پایین ده بالا. و روش تاپ داون چی رقمه؟ روش تاپ داون از بالا ده پایین رقمه. مثلا من میگم من میخوام یک برنامه نویس خیلی قوی شم. خب برنامه‌نویس قوی میخوام بشم، چه رقم باید کار انجام بدم؟ باید خیلی سخت کار بکنم. خب خیلی بخوام سخت کار بکنم، باید چیکار بکنم؟ باید هر روز تمرین بکنم، تمرین کنم و بتونم پیشرفت کنم. خب تمرین بکنم، باید چی رقم تمرین بکنم؟ روش کار من چی میتونه باشه؟ خب من میتونم در مسابقات برنامه‌نویسی شرکت کنم. خب برای اینکه در مسابقات برنامه‌نویسی شرکت کنم ده چی چیزی نیاز دارم؟ باز هم نیاز به تمرین دارم. خب نیاز به چه تمرین دارم؟ نیاز به تمرین های مربوط به برنامه نویسی دارم، پس مجبورم که برنامه نویسی را یاد بگیرم. پس ببینید روش تاپ داون اگه بخوایم به صورت عمومی صحبت بکنیم یک چنین حالتی داره، از بالا ده پایین، و روش باتم آپ از پایین ده بالا. این خیلی عامیانه اگه صحبت بکنیم گفتیم میتونیم ایره ایرقمی تشریح بکنیم، ولی مسئله را چه رقم حل میکنیم باز اینجا براتون میگیم. دانه دانه در مسئله هایی که حل میکنیم روش باتم آپ و تاپ داون جداگانه حل میکنیم. خب اولین مسئله که در بخش داینامیک پروگرامینگ میخوایم حل بکنیم روش مسئله مربوط به فیبوناچی یا اعداد فیبوناچی است. خب در ریاضی حتما ایره قبلا دیدین اعداد فیبوناچی چی هست، همچنین در درس دیتا استراکچر ممکنه دیده باشین. اعداد فیبوناچی البته ما در خود درس تحلیل الگوریتم هم در قسمت روابط بازگشتی را حل کرده بودیم اگه یادتان باشم. در ریاضیات اعداد فیبوناچی معمولا یک اعدادی یا یک دنباله از اعدادی را میسازن که به این صورت است که اولین عددش صفر است، دومیش یک است، و بقیهش جمع دوتای قبلی است. بقیهش دیگه جمع دوتای قبلی است. پس اگه بخوایم فرمولی از این یا ضابطه از این در ریاضی نوشته بکنیم میشه فیبوناچی n مساوی با n، اگه صفر بود میشه یک، n اگه یک بود میشه یک، و اگه n بزرگ از یک بود میشه فیبوناچی n منهای یک جمع فیبوناچی n منهای دو. این فرمول عمومی در ریکرژن دهش میگیم جنرال کیس، این فیبوناچی n مساوی با فیبوناچی n منهای یک جمع فیبوناچی n منهای دو. خب این دو تا رو میگیم بیس کیس اگه یادتون باشه، و اعداد اگه بخوایم جنریس بکنیم به این حالت جور میشه، صفرمی و یکمی رو گفتیم، صفر یک و بقیه جمع دوتایی قبلی، صفر یک یک، یک و یک دو، دو یک و دو سه، دو سه پنج، سه و پنج هشت، پنج هشت سیزده، سیزده و هشت بیست یک، سیزده و بیست یک سی و چار، بیست یک سی و چار پنج و پنج، 34 و 55 89 55 89 144 و همینطور تا آخر میتونه ادامه پیدا بکنه. خب و اما اگه بخوایم محاسبه از اینو ببینیم طبق از فرمول، مثلا فرض کنیم فیبوناچی 6 رو میخوایم حساب کنیم. فیبوناچی 6 خب مشخصه که عدد بزرگتر از 1 باید از این فرمول استفاده کنیم، پس میشه فیبوناچی 5 جمع فیبوناچی 4، فیبوناچی 5 جمع فیبوناچی 4، یعنی فیبوناچی 6 رو بخوایم حساب کنیم از 5 و 4 اول باید حساب کنیم. خب برای اینکه بریم 5 حساب کنیم میشه فیبوناچی 4 جمع فیبوناچی 3، فیبوناچی 4 حساب کنیم میشه فیبوناچی 3 جمع فیبوناچی 2، فیبوناچی 3 رو حساب کنیم فیبوناچی 2 فیبوناچی 1، و همینطور بقیه هم همینطور ادامه پیدا میکنن. و اگه دقت بکنید در خیلی از این قسمت ها این اگه بخوایم تریش کامل تشکیل بدیم خیلی قسمت ها داره تکرار میشه، مثلا فیبوناچی یک در اینجا تکرار شده، در اینجا هم تکرار شده، در اینجا هم هست، و فیبوناچی دو در اینجا هست، 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 فیبوناچی سه یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه در اینجا تکرار شده،
فیبوناچی 4 دو دفعه و فیبوناچی 5 یک دفعه در اینجا تکرار شده، ولی فیبوناچی 1 و 2 میبینید که بیشترین تکرار داره، 1 2 3 و فیبوناچی 2 1 2 3 4 و 5 دفعه تکرار شده. و همینطور که میبینید در اینجا تعداد کل حالات اگه بخوایم بسنجیم این شبیه یک باینری سری داره میشه و تعداد کل حالاتش نزدیک به 2 به توان n است. البته ایره با بحث روش های ریکرنس که ما حل بکنیم هم میتونیم دهی برسیم. خب طبق فرمول اگه بخوایم در نظر بگیریم tn میشه tn منهای 1 جمع tn منهای 2 طبق از فرمول، و ایره میتونیم نوشته بکنیم ای بزرگتر است از tn منهای 2 جمع tn منهای 2. و حالا ایره میایم حل میکنیم و حالا میره حل میکنیم. خب در اینجا ما میتونیم یه بنویسیم دو تی ان منهای دو، بعد ایره اگر میتونیم جای گذاری بکنیم میتونیم نوشته بکنیم دو تی ان منهای چار تی ان منهای چار هشت تی ان منهای هشت، و همینطور ای اگر پیش بره تا زمانی که ای ان در یک برسه چقدر طول میکشه تا در یک برسه؟ ای باید اینی بر دو دفعه این کار انجام شوه تا ده یک برسه، و ای هر دفعه داره ضرب دو میشه، پس میشه دو به توان اینی بر دو. دو به توان اینی بر دو در واقع میشه جذر دو به توان این. جذر دو به توان این میتونیم دهش بگیم تقریبا هست تی این مساوی با اوی دو به توان این. اگرچه ما قبلا در بحثی ریکرنس یا مراوبت بازگشتی این فرمول اگه یادتان باشه ما حل کرده بودیم برای ازی با استفاده از کاراکتریستیک ایکویشن یا معادل مشخصه که در بحث ریاضیات مجزا اینا رو باید خوانده باشین، گفتیم که جمله عمومی مربوط به فیبوناچی رقم میشد آر 1 به توان n منهای آر 2 به توان n تقسیم جذر 5، که ای آر 1 و آر 2 بود 1 جمع جذر 5 تقسیم 2، 1 منفی جذر 5 تقسیم 2، که این یک جزی 5 تقسیم 2 را دهش گلدن ریشیو هم میگفتیم. خب این را قبلا حل کردیم و دو حالت هم اگه دقت بکنید یک جزی 5 تقسیم 2 را اگه حساب بکنیم حدودا میشه 1.68 به توان n. 1.68 به توان n ما میتونیم تقریبا بگیم نزدیک 2 به توان n است، یعنی از روی از فرمول هم میشد این را تا حد حد، ولی به این صورت هم ما میتونستیم را حل بکنیم. پس تایم کامپلکسیتیش میشه 2 به توان n، و اگر با این حالت عادی بخوایم حل بکنیم زمان زیادی از ما خواهد گرفت. خب ببینیم که واقعا اینطور هست یا نه. وارد نتمنز میشیم و یک دفعه کدی هم میره نوشته بکنیم. من یک کلاس جای جور میکنم نامشم گذارم DP یا Dynamic Programming. کامنت ها را من از اینجا حذف میکنم تا کدوم کامل در تصویر باشم. خب در اینجا کدی که من نوشتم میکنم public static long fib1 int n و میگیم اگر n، خب چیزی که در اینجا نوشته شده گفتیم اگر n مساوی با 0 بود 0، اگر n مساوی با 1 بود 1، میتونیم یه یک مقداری کوتاهتر بنویسیم اگر n کوچکتر مساوی با 1 بود ریترن کن خود اینه، این اگه یک بود یک، اگه صفر بود صفر ریترن کن، و در غیر این صورت ریترن کن فیبوناچی یکی ان من های یک جمعی فیبوناچی یکی ان من های دو. خب یک دفعه تست بکنیم، بعد اینجا نوشتم میکنم فیبوناچی یکی مثلا ده حساب کن. خب برای ده ببینیم که چند بوده، یک صفر بگیریم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه و ده باید پنج و پنج باشه، اما ببینیم بله هم تک بینین جواب در اینجا پنج و پنج است. خب ولی بحث اینجایی که اگر ما این را عدد بزرگ بکنیم چه اتفاق میفته. ببینید سیستم دات
کرن تایم ملیس، میخوام زمانش رو ببینم که چقدر از ما زمان میگیره. زمان شروع از یک کاپی میگیرم، میرم میگیرم زمان ختم و وقتی که میگم end منهای start، ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب همینطور کنین برای 10 زمانی که برام نشان داد کمتر از حدودا 1 میلی ثانیه است. حالا اگه بگیم فیبوناچی 20 حساب کن، خب حدودا 2 میلی ثانیه. اگه بگم فیبوناچی 30 را حساب کن، 33 میلی ثانیه. و اگه بگم فیبوناچی 40 حساب کن، خب هم تکنین زمان زیادی از ما گرفت. در اینجا 2.6 یعنی 2600 میلی ثانیه، که میشه 2.6 ثانیه، بیشتر از 2.5 ثانیه طول کشید. و اگر بگین دو فیبوناچی 43 را حساب کو، فقط 3 تا ده اضافه میکنم، ببینیم چقدر زمان از ما میگیره. خب هم تکنین زمان خیلی بیشتری، بله 10 ثانیه، نزدیک تا 11 ثانیه از ما زمان گرفته تا فیبوناچی 43 را بر ما حساب کنه و بسیار زمان زیادی است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه طبق همی چیزی که در اینجا گفتیم، تعداد حالت هایی که باید بیایه و حساب بکنه اوی 2 به توانی n است و تعداد حالت ها برای 43 نزدیک اوی 2 به توانی 43 میشه و تعداد حالت ها خیلی زیاد است تا محاسبه بکنه و محاسبات تکراری هم داخلش بسیار زیاد انجام میشه. خب پس میبینین که روش divide and conquer در حالت نمیتونه که مشکل ما را کامل حل بکنه. ما میایم روشی که در اینجا مطرح میکنیم، روش چی است؟ روش dynamic programming است. dynamic programming میگه که شما برای محاسبات بیاین از یک میموری استفاده بکنین و بعد اینکه یک محاسبه را انجام دادین در مموری ذخیره کنین، اگر بعدا دیدین که او را دوباره نیاز داشتین از همون استفاده کنین. خب بریم وارد نتبینز شیم و دوباره کدشم نوشته بکنیم. خب این فیبوناچی 1 من از 1 کاپی میگیرم و در اینجا نامشم منو فیبوناچی 2، اینجا هم فیبوناچی 2 و اینجا هم فیبوناچی 2. خب در این حالت این دفعه من میخوام کاری که انجام بدم یست که از یک میموری استفاده بکنم. پس من میایم در اینجا یک میموری جور میکنم برای خود، static long bracket memory مصایبه new long bracket، مثلا سایزش 100 باشه، یک میموری جور کردم با خانه تعداد خانه های 100 دانه. خب کاری که میخوایم انجام بدیم چی است؟ من میگم اگر این کوچکتر یا مساوی 1 بود ده مموری چی رو ذخیره کو؟ خودش ذخیره کو، یعنی اگر 0 بود 0 ذخیره کو، اگر 1 بود 1 ذخیره کو. این همو بیس کیس ماست تا اینجا صحیحه. و اگر این کوچکتر مساوی بس 1 نبود، خب در اون حالت باید بریم حساب کنیم دیگه. فقط قبل از اینکه حساب کنیم یک دفعه میموری رو چک کن. اگر در داخل میموری n 0 بود، یعنی هیچ چیزی حساب نشده بود، عددی نبود، خب او رو باید بشینیم چیکار کنیم؟ حساب کنیم. بگم در میموری n بیا حساب کن. چی را حساب کن؟ فیبوناچی فیبوناچی 2 n منهای 1 جمعی فیبوناچی 2 n منهای 2 بیا را حساب کن و هر وقت که خلاص شدی میموری را ریترن کن. خب کاری که انجام داریم چی است؟ میگیم که بر میموری چک کن. میموری اگر داخلش خالی نبود همون لحظه، یعنی قبلا محاسبه شده، اگه محاسبه شده بود همون لحظه ریترن میشه.
اگر محاسبه نشده بود میگیم برو این دو دانه رو جمعش حساب کو و در این ذخیره کو که محاسبه انجام شود. خب این چون ریکرسیو است میایه ایره مثلا میره دوباره حساب کنه، ایره که میخوای حساب کنه میبینه در مموری هست یا نه. خب اگه در مموری بود خب ریترن میکنه، اگر در مموری نبود میایه دوباره ایره محاسبه میکنه و در اینجا ذخیره میکنه. و اینقدر به صورت ریکرسیو این روش روش تاپ داون است. ببینید من از این از عدد بالا شروع کردم و ای به صورت ریکرسیو تا پایین خودش میره داخل مموری حساب میکنه و ذخیره میکنه. بعد ما هر کدوم میخواستیم استفاده میکنیم. در واقع من میگم برو این فقط حساب کن، ولی چون که ای به صورت ریکرسیو این منهای یک، این منهای دو، این منهای سه اینو کال میشه و خود به خود چی میشن؟ محاسبه میشن و در مموری ذخیره میشن. من دیگه نگران از نیستم که اونا رو چی رقم محاسبه کنم. خب بریم ببینیم که ای آیا تغییری در زمانی محاسبش کرد یا نکرد. خب من میگم که فیبوناچی دوره در ما حساب کن. خب همینطور که میبینین ببینید فیبوناچی دو آخرش 44-37 است. یک دفعه فیبوناچی یک هم ببینیم که آیا قبلی هم همی بود. البته یک 10 ثانیه ممکن طول بکشه. بله همینطور که ببینید آخرش 44-37 عدد همیه و زمانی که از ما گرفته ببینید 10000 میلی ثانیه یا 10 ثانیه هست، ولی با فیبوناچی دو ببینید اصلا کمتر از میلی ثانیه شده، یعنی در حد میلی ثانیه هم نیست. یعنی سرعت روش ما با این کاری که ما انجام دادیم در واقع بیشتر از 10000 برابر شده سرعت کار ما. و اگر اینجا مثلا به جای 43 باشه اصلا 60-70-90 باز همیش فرقی نداره. همتکنین برای اعداد بزرگم به راحتی کار میکنه و در اینجا فقط 1 میلی ثانیه از ما وقت میگیره تا ایره بتونه حساب بکنه، در حالی که روش قبلی بسیار زمانی زیادی میگرفت. خب از لحاظ تایم کامپلکسیتی به نظر شما این تعدادی مراحلش چقدر خواهد شد؟ تعدادی عملیاتی که نیاز داره. خب همینطور که میبینین قبلی خب گفتیم 2 به توان این است، چون هر مسئله تقسیم میشه 2 مسئله دیگه، ولی در اینجا درسته که هر مسئله 2 مسئله دیگه تقسیم میشه، ولی قبلش در مموری ذخیره میشه و مموری چک میشه. اگر مموری حساب شده بود و داخل مموری چیزی ذخیره شده بود دیگه او محاسبه نمیشه، یعنی هر خانه فقط 1 دفعه محاسبه میشه. یعنی مثلا اگر ما 100 مثلا فیبوناچی 100 بخوایم حساب کنیم، از 0 تا 100 هر خانه فقط 1 دفعه محاسبه میشه، 2 دفعه محاسبه نمیشه. خب وقتی 1 دفعه محاسبه شوه یعنی تعداد عملیات ما، یعنی تعداد محاسبه ما در حالت کلی 100 دانه است دیگه. یعنی در اینجا تعداد عملیات ما میشه اوی ان، از اوی 2 به توان ان خود رساندیم در اوی ان و ای بسیار سرعت ما را بالا برده. خب فقط نکته ای که در اینجا وجود دارد، ما اسپیس کامپلکسیتی هم داریم. اسپیس کامپلکسیتی یعنی پیشتگی حافظه که اینا را ما قبلا تعریف کردیم در درس اول، و در اینجا فقط ما یک پیشتگی حافظه یا اسپیس کامپلکسیتی هم داریم که در اینجا میموری اضافه هم مصرف شده. میموری به اندازه چقدر؟ به اندازه سایز مسئله دیگه. مثلا اگه سایز مسئله ما n است، ما به اندازه n خانه از حافظه رو ما اشغال کردیم. خب روشی که ما حل کردیم روشی تاپ داون بود. بریم یک دفعه روشی باتم آپ هم حل بکنیم. دوباره من از این یک کاپی میگیرم. به این صورت نام از این مونم فیبوناچی 3. خب روش باتم آپ برعکس روش تاپ داون است.
روش باتم اپ میگه که تو هم مموری که میخوای جور بکنی بیا از پایین شروع کن، برد بالا تا اینکه پر بکنی همه خانه ها را. خب اگه بخوایم پر بکنیم خب باید این کارو بکنیم. میایم میگیم که شرط اولیش من میمونم سر جایش باشه، میگیم مموری خانه شماره صفر صفر باشه، مموری خانه شماره یک یک باشه، و از خانه شماره دو دیگه شروع میکنیم، از خانه شماره دو شروع میکنیم تا کجا؟ تا که در این برسیم. خب و مموری رو میگیم جور میکنیم، میگیم مموری آی میشه مموری آی منهای یک جمعی مموری آی منهای دو و بیزرد. و هر وقت که خلاص شد مموری خانه انوم ریترن میکنیم. این روش داشت میگیم روشی bottom up یا bottom up approach. خب امتحان کنین از خانه های پایین، از خانه های صفری یک شروع کردیم تا که در این برسیم، دانه دانه اینا رو پر میکنیم و در آخر خانه شماره این ریترن میکنیم. خب بریم ببینیم که ای طرز کارش چطور است، های خوب کار میده نه. ران امتحان کنین سرعتی از این بسیار بالا هست. ببینیم دو سر با هم مقایسه کنیم، من جواب یک چیز است و در مجموع دو میلی ثانیه زمان میگیره تا این دو دانه رو بر ما حل بکنه. خب در اینجا هم همینطور که میبینین روش باتم آب هم به اندازه ای از لحاظ تایم کامپلکسیتی هم تکنین، چون یک لوپ داره در واقع میشه او ای ان، و از لحاظ اسپیس کامپلکسیتی پیچیدگی حافظه، چون یک مموری استفاده کرده از خانه شماره صفرم تا انوم، در واقع مموری یا اسپیس کامپلکسیتیش هم او ای ان میشه. خب در اینجا ممکنه سوال پیش بیاید که آیا میشه که اسپیس کامپلکسیتی از این کمتر کرد؟ میشه یک مقداری کمترش کرد؟ پس ایره یک کپی ازش دوباره بگیرم و کاری که انجام میدیم یک مقدار تغییرات میاریم داخل از لانگ اف یک مساوی صفر اف دو، یا بهتر بود میگفتیم اف صفر اف صفر مساوی با صفر اف یک مساوی با یک و اف دو مساوی فعلا صفر باشه، و میایم در اینجا یک مقدار متفاوت کار میکنیم. این دفعه میگیم که اف دو مساوی با اف صفری جمعی اف یک، و در اف صفر میاییم اف یک رو ذخیره میکنیم و در اف یک اف دو رو ذخیره میکنیم، و در آخر هر وقت خلاص شد از اینجا ریترن میکنیم اف دو. خب نام از این فیبوناچی رو میمونیم فیبوناچی چهار. خب ببینیم که کار میکنه یا نمیکنه. این دفعه اینو میمونیم فیبوناچی چهار. همونطور که بینین هر سهش یک جواب دامو میده، پس یعنی روش صحیح هست، ولی ممکنه این یک مقدار سرعتش پایین تر بیایه بخاطر اینکه می جا به جایی حافظه داره، یعنی ما پشت سر هم باید این را کپی بکنیم، ممکن یک مقدار کمتر باشه. و برای اینکه ایرم چک بکنیم میتونیم با
مثلا با هم سومی که باتم آب بود به این میره مقایسه بکنیم. یعنی ما اومدیم اسپیس کامپلکسیتی از را کردیم او یک، فقط سه خانه از حافظه مصرف میشه، اف صفر و اف یک و اف دو، یعنی ربطی به سایز دیگه نداره. اگه یک از دارم بخواین دیگه بیدین از این بیشتر حافظه مصرف نمیشه، ولی یک مقدار ببینیم که سرعتش تغییر میکنه یا نمیکنه. خب برای اینکه ایره مطمئن شویم من یک کاپی میگیرم اینجا پیست میکنم و ایره از اینجا حذف میکنیم و در اینجا اف سر ران میکنیم و در اینجا اف چهار ران میکنیم و اینجا یک عددی تعریف بکنیم مثلا 100. اینجا حافظه خود بکنیم یک هزار. خب در اینجا به جای 90 دیگه میمونیم n. ببینیم که کدام زمان کمتر را ممکنه بگیرم. خب همینطور که میبینین در اینجا فیبوناچی 4 زمان کمتر گرفت. بگذارید بیره با نانو ثانیه تست بکنم، نانو تایم. در اینجا ظاهرا ای زمان کمتری میگیره، این دفعه با اون زمان کمتر گرفت. یه با فیبوناچی 2 اگه تست بکنیم بله بازم زمانی کمتر میگیره. برای 200 اگه بذاریم نه همچنان زمان کمتریه. پس میتونیم بگیم از بین روش هایی که تالا گفتیم بهترین روش همین روش هست، یعنی هم تایم کامپلکسیتی کمی داره یعنی اوی این است و هم اسپیس کامپلکسیتی کمتری داره که اسپیس کامپلکسیتیش در واقع اوی یک میشه. چرا؟ چون که فقط سه خانه از حافظه رو بیشتر اشغال نکده و بقیهشان اوی این بود اسپیس کامپلکسیتیش. خب یه از مسئله فیبوناچی که نرم مطرح کردیم این روشی داینامیک پروگرامینگ بود که هم تکیم بینین روشی باتم آپ است که از خانه شماره صفر شروع کردیم و تا خانه شماره این اومدیم پر کردیم. این روش روشی تاپ داون است، تاپ داون اپروچ که اینجاش ما ریتن دیتا تایپش بهتر میماندیم لانگی فیب و همینطور که بینین در این حالت اسپیس کامپلکسیتی و تایم کامپلکسیتی هر دوش اوی این است که گفتیم میتونیم کار بکنیم که اسپیس کامپلکسیتیش کمتر هم شود. خب مسئله بعدی که میخوایم روش صحبت بکنیم مسئله ضرایب دو جمله ای است. فرض کنید اگه x جمع a به توان n داشته باشین، اینا رو حتما در دوران مکتب اینا خواندین، یا x جمع y به توان n اگه در نظر بگیرید، ای میتونستیم فرمول شیر رقم بنویسیم سیگما کو از صفر تا n c n و k یا ترکیبی k از n x به توان k و a به توان n منهای k که n یک عدد مثبت است که میتونیم به توان برسانیم و n و k c n و k هم داشت میگفتن یا ترکیبی k از n هم داشت میگفتن یا در انگلیسی میگن n choose k، n از داخلش k تر انتخاب بکنیم. خب ما میخوایم ببینیم که e n و k رو ما چرا میتونیم حساب کنیم. اگر یادتان باشد در دوران مکتب یک مثلثی را میگفتن به نام مثلث پاسکال که طریق جور کردنش به این صورت بود و
حالا البته مثلث معمولا این رقمی کشته میشد، ولی یک مقدار این طرفی کشته شده و این رقم میشد که مثلا هر دو دانه رو که جمع میکردی در پایین میتونست نوشته کنی، مثلا یک و یک دو، دو یک سه، یک و دو سه، بعد اینجا یک و سه چهار، سه و سه شش، سه و یک چهار، دوباره اینجا یک و چهار پنج، چهار و شش ده، شش چهار ده، چهار یک پنج و همینطور تا آخر. این مثلثی پاسکال بود که شما قبلا خواندیم. این مثلث پاسکال در واقع از روی همی تشکیل شده، یعنی ترکیبی این و صفر، ترکیبی این و صفر همیشه یک است، یعنی این هر عددی باشه فرق نمیکنه، ترکیب این و صفر همیشه یک است. این و یک میشه خود عدد، یعنی اگه یک بگذاری یک میشه، دو بگذاری دو میشه، هفت بگذاری هفت میشه. این و دو همینطور محاسبه میشه، این و سه، این و چهار، این و پنج، این و شش، و در اینجا مثلا این و هفت، این اگه هفت باشه هفت هفت میشه یک و همینطور تا آخر میتونه پیش بره. خب ما در واقع میخوایم که یک چنین چیزی را حساب کنیم، مثلا ترکیبی این مثلا 150 رو میخوایم حساب کنیم، این برای عدد بزرگ این چطور حساب میشه. خب یک راهش همیه که ما بیم یک چنین مثلثی را تولید بکنیم. خب فرض کنید که برای محاسبه ازی در حالت کلی ما دو فرمول داشتیم، در دوران مکتب خواندیم اینا را، سی ان کا میتونیم این رقمی حسابش کنیم، ان فاکتوریال تقسیمی این منهای کا فاکتوریال تقسیمی کا فاکتوریال. خب ای این منهای ای این فاکتوریال او ای این است و این منهای کا فاکتوریال او ای این است و ای هم او ای این است، حالا میتونیم بگیم او ای کا هست. این در مجموع یک او ای این اینجا داریم، یک او ای این اینجا داریم و یک او ای این اینجا داریم و در واقع سه تا او ای این داریم که با اینا در مجموع باز هم باید شبه اوی این. یعنی خیلی از ما نباید زمان زیادی بگیرد در این حالت اگه فاکتوریال بخوایم حساب بکنیم. و یک دفعه ای را با فاکتوریال نوشتم میکنیم بینیم که چقدر وقت میگیرد از ما. و همچنین این مسئله رو میتونیم به صورت فرمول نیوتن هم نوشته بکنیم که این رقم است سی این و کا مساوی میشه با این منهای یک کای منهای یک جمعی این منهای یک و کا، که در اینجا بیس کیس ما در واقع ای است، سی این و صفر و سی این و این یک است. صحیح شد؟ و از روی از این میتونیم که ایره حل بکنیم. خب ایره بریم یک دفعه کدش نوشته کنیم. کدی حالت عادیش خب بسیار آسان است، ای یک کدی ریکرسیو است و نوشتنش وقت زیاد از من نمیگیره. خب من در اینجا بذارید یک کلاس دیگه بنویسم. بینومیال کوئفیشنس. خب خود اینجا چون نوشته شده من دیگه وقت زیاد نگیرم از همین استفاده کنیم. این هم رویش دیواید اند کانکور حالت عادی است که ما استفاده میکنیم. بگیم که فرض کنیم لانگ بگذاریم که مشکل پیش نیاد. خب به ازراد و طبق از او فرمولی که در ماده داده شده بود گفته بود که سی ان و کا سی این و کا مساوی میشه با سی این منهای یک کا منهای یک و این منهای یک و کا، و اینجا هم سی این منهای یک کا منهای یک جمعی سی این منهای یک و کا. این میشه همون جنرال کیس. و اما بیس کیس چی است؟ کا اگر صفر باشه یا این باشه جواب یک است، کا اگر صفر باشه یا این باشه جواب یک است. خب این میتونه برایتی چیزی که ما میخواییم حساب کنه. خب در اینجا یک استاتیک پوشش بگذاریم، استاتیک، و در اینجا فرض کنید من چند هم خواستم حساب کنم از روی ازی بگیم، مثلا شش و
چند؟ یک، دو، سه، چهار. شش و چهار باید 20 شود. شش و چهار. خواهی چرا این رقمی شده؟ خواهی شش و چهار نیسته، این شش و سه هست. شش چهار پانزده میشه، من اشتباه کردم. شش و سه، شش و سه باید 20 شود که دمو سعی جواب میده. حالا اگه تعداد از آن یک مقدار بیشتر کنیم ببینید چه اتفاق میفته. فرض که این باشه 20 و این باشه مثلا 10، کمی عدد بزرگتر بکنیم. خب بعد اینجا بگذارید که سیستم داد استنداد current time list، به اینجا زمانی شروع رو میگیریم و از یک کاپی بگیرم و زمانی ختم میشه بگیریم و در اینجا میگیم end منهای start. خب ببینیم که اگر عدد یک مقدار بزرگتر بکنیم چقدر زمان میگیره. میگیم 30 و 15 باشه فرض کنید. خب هم تو کنین کم کم زمانش داره زیاد میشه، 2.6 ثانیه طول میکشه. و اگه 30 رو بکنیم 40، دیگه مشخص است که زمانی زیادی از ما میگیره. خب ما دیگه منتظرش نمیشینیم. دلیلی از اینکه زمان زیاد میگیره چی هست؟ دلیلش است که یک مسئله با سایز n تبدیل شده در دو مسئله با سایز n منهای، حالا بگیم کامن های یک و کا، یعنی یک مسئله سایز n به دو مسئله سایز n منهای یک و n تقسیم شده. و اگر بخوایم محاسبه بکنیم تقریبا هم میشه اوی دو به توانی n، چون هر مسئله در واقع دو تقسیم میشه، شبیه فیبوناچی میشه و هر دفعه دو تقسیم شده و میخوایم تریش رسم بکنیم در بدترین حالت میشه اوی دو به توانی n. خب همچنان در حال محاسبه است، ظاهرا حساب نتونسته و دیگه میگیم کافیه. پس 45 رو نتونست در این زمان معقول بتونه حل بکنه. کاری که ما انجام میدیم، نام یزید رو پس ما میمانون C1. خب از این کافی میگیریم نامش مانیم C2 و C2. خب در اینجا میخواییم دیگه از رویش داینامیک پروگرامینگ استفاده بکنیم. خب برای داینامیک پروگرامینگ ما نیاز ده میموری داریم. در اینجا یک میموری جور میکنم. خب میموری که در اینجا نیاز داریم شبیه از اسلایدی که در اینجا هست هم که ببینین حالتی دو بودی داره، دیگه نمیتونیم فقط یک اره یک بودی در نظر بگیریم و در اونجا ذخیره بکنیم. اره ما چی است؟ اره دو بودی است، چرا که ما هم n داریم و هم k داریم. پس ما در اینجا میگیم static long bracket نامش همون میموری بگذاریم سوی نیو خب سایزش هم فرض کنیم یک عدد در نظر میگیریم فعلا 100%. حالا میخوایم در داخل از این کد خود جور بکنیم. میگیم اگر کا صفر بود یا کا ان بود در میموری ان و کا چی رو ذخیره کن؟ یک ذخیره کن و یک ریترن کن. خب حالا روش که استفاده میکنیم روش تاپ داون است. روش تاپ داون است، میگیم که اگر میموری n و k
مساوی صفر بود، اگه قبلا حساب نشده بود، قبلا اگه حساب نشد خب برو حسابش کن. اینجا میگیم مموری ان و کا مساوی میشه با ای، میگیم برو حسابش کن. خب وقتی رفت حسابش کرد، از وقت چیکارش کن؟ هر وقت حساب شد ریترنش کن. خب این روش ای تاپ داون اپروچ برای حلی از این مسئله. بریم یک دفعه امتحانش بکنیم. سی دو یک دفعه با اعداد خورد تستش بکنیم. ده و دو مثلا این باید 45 شده صحیحه. حالا همون عدد کلانه میدیم، 40 و 15 بود. خب همیت کنین در 2 میلی ثانیه تنیسی را حل بکنه. حالا چی لگه بکنیم 90 و مثلا 50، ببینیم چه اتفاق میفته. همیت کنین در 3 میلی ثانیه تنیسی را بر ما حل بکنه. حالا یک دفعه ای را با یک دفعه سی صفر هم میمونم static long a c 0 int n int k. خب و در اینجا یک چیزی اضافه میکنم static long a factorial int n. یک دفعه با فاکتوریال هم حل بکنیم ببینیم چه فرق میکنن. و در اینجا میگیم ریترن کو n ضرب فاکتوریالی n منهای 1. خب و در اینجا میگیم ریترن کو فاکتوریالی n تقسیمی فاکتوریالی n منهای k ضرب فاکتوریالی k به صورت. خب حالا اگر خواهیم که زیاد گیج نشیم میتونیم اینجا بگیم long a result، بگیم که اول دیر در اینجا ذخیره کن و بعد ریترنش کن. خب یک دفعه سی صفر هم تست کنیم. سی صفر خب ببینیم که در کجا مشکل پیش آمده. خب ما اصلا برای زی بیس کیس نمانده بودیم. اگر این مساوی صفر شد ریترن کو 1. خب میگه دیواید بای 0. بذارید این رقمی بکنم که دیگه مشکلی پیش نیه. دیواید بای 0. احتمالا عددی که ما در اینجا دادیم بسیار بزرگ شده و داخل لانگ جای نمیشه، از او خاطر ممکنه که زیرو داده باشه. بذارید ببینیم عدد من 95 هست دیگه. 95 و دیگه فاکتوریالش فکر کنم اصلا حساب نمیتونه. فاکتوریالی 90 فاکتوریال 90 نمیتونه حساب بکنه و در اینجا عددی که تمام میده اصلا چون قابل محاسبه نیست و اینجا صفر میده. اینجا عدد که تمام میده صفر است، یعنی این رقمی ما نمیتونیم میره حساب بکنیم. خب این هم یک خودش یک مشکل است که با این روش که فعلی داریم مثال استفاده میکنیم قابل محاسبه نیست. اگرچه میشه یک کاری کرد محاسبش کرد، ولی فعلا این روش هم میبینید که مشکلات خود داره. خب ما آمدیم حالت عادی دیواید اند کانکور انجام دادیم، بعد آمدیم روشی تاپ داون انجام دادیم با داینامیک پروگرامینگ و در اینجا دیدید که سی دوی
92 40 به این آسانی حل شد. و اما اگه بخوایم ایره به صورت باتم آب حل بکنیم، روش باتم آپی از این به این صورته که شما میموری میگیرین از پایین به طرف بالا شروع میکنین در پر کردن. خب برای جلسه ما به نظرم همینقدر کافیه. برای جلسه آینده اول ما ایره یک دفعه روش باتم آپ شه حل میکنیم و مقایسه میکنیم با این روش هایی که آل نوشته کردیم و بعد میریم روی مباحث جدید و مسئله های جدیدتر حل خواهیم کرد. موفق باشید.